کلاهبرداری قدمتی داره به بلندای تاریخ. همیشه انسان‌هایی وجود داشتن که تونستن از اعتماد و سادگی بقیه سوء استفاده کنن و حاصل دسترنج اونها رو به راحتی از چنگشون در بیارن. بعد از هزاران سال هنوز هم شبیه این ماجرا اتفاق میفته، ولی به شیوهی امروزی تر. اگر در زمانهای گذشته کلاهبرداران و شیادان ناچار بودند برای فریب دادن هر طعمه مدت زیادی رو صرف کنند، حالا با استفاده از روشهای مدرن ارتباطی میتونن خیلی سریعتر و کم دردسرتر به نتیجه برسن. اونها از هر ابزاری برای به دام انداختن قربانیان جدید استفاده میکنن. و این روزها چه چیزی بهتر از اینترنت؟ امروزه میلیون ها کاربر در سراسر جهان از طریق اینترنت به هم متصل هستند و از خدمات و امکاناتش استفاده می کنند. امکانات مختلفی چون دسترسی به منابع پایان‌ناپذیر اطلاعات، به اشتراک گذاشتن فایل و خدمات ارسال و دریافت ایمیل. ایمیل یا همون نامه الکترونیکی سریع‌ترین و ارزان‌ترین روش ارتباطی حال حاضر دنیاست. هر کس و در هر کجای دنیا میتونه نامه رو به هر نقطه‌ای از کره زمین ارسال کنه. وقتی ما به راحتی به اینترنت و پست الکترونیکی دسترسی داریم، چرا کلاهبرداران نداشته باشه؟ اونها با استفاده از این بستر نوین ارتباطی دست به انجام کلاهبرداری‌هایی میزنن که طراحی زیرکانه‌ای داره و انسان‌های ساده رو هدف قرار میده. شاید شما هم نامه‌های عجیبی دریافت کرده باشید که ازتون برای مشارکت در یک سرمایه‌گذاری بین‌المللی دعوت کرده، یا نامه‌ای از طرف یک بیوه آفریقایی که نمی‌دونه با ثروت هنگفت همسر تازه فوت شده چه کار کنه. شاید هم نامه‌ای که از برنده شدن شما در یک بارکشی بزرگ اینترنتی خبر می‌ده. ما قصد داریم یکی از این نامه‌ها رو به عنوان نمونه انتخاب کنیم و بهش جواب بدیم. با فرستنده ارتباط برقرار کنیم، کارهایی که ازمون می‌خوان رو انجام بدیم تا ببینیم روال کار کلاهبرداری های اینترنتی به چه شکلی. من خانم ماری کلمنت هستم. برای نقد کردن یه 7 میلیون دلار ارث پدر مرحومم. من ماکسول تاپسوبا معاون مدیر یک بانک هم تو بورکینافاسو 10 میلیون 200 هزار دلار از حساب. ما 1 میلیون پوند برنده شدیم. پدرم پیش از مرگ ثروتی معادل 15 میلیون دلار به صورت شمش طلا داخل جعبه گذاشته. و بهتون پیشنهاد میکنم به نفع هر دومونه. مبلغم که چیزی که نمیشه 7.5 میلیون دلاره. منتقل میکنه به حساب ما و تمام مدارک قانونیش هم حاضره. ببین این فکر کنم خیلی خوب باشه. میگه شما تو قرعه کشی سال 2011 شرکت مایکروسافت مبلغ 9 میلیون دلار رو یه لپتاپ توشیبا برنده شده. این چطوره؟ اطلاعات دیگه ننوشته؟ به نظرم منطقی میاد شرکت مایکروسافت. حالا یه شماره ارجاع هم اینجا داده که میگه واسه تاییدش به یه آقایی به اسم مارک فاستر، عنوانش هم نوشته یه چیزی شبیه مدیر انتقال وجوه خارجی. بفرستید، ایمیل کنید، آدرس ایمیل و شماره تلفنش هم که داده پایین. این خوبه، من میگم پیگیری کنیم. خیلی خوب، همین رو میریم. بعد از جام جهانی بود، تیر ماه، از یه ایمیل شروع شد. من تو این سایت های پیشبینی مسابقات و اینا زیاد فعالیت میکردم، میرفتم بعد تو یکی دوتاشون هم برده بودم، یعنی پیشبینیم درست در اومده بود اصلا و پولشم گرفته بودم.
بعد از فینال بود، یکی دو هفته بعد از فینال بود که ایمیل گرفتم که ایمیل شما تو یک قرعه کشی از بین کسایی که فعالیت میکردن تو جام جهانی برنده شده، برنده 1,000,000 دلار. و شروعش اینجا بود. در واقع از همون اواسط دهه 90 میلادی که ایمیل همه‌گیر شد، همزمان با اون کلاهبرداری‌های ایمیلی هم شروع شد. بیشتر به این صورت بود که ایمیل می‌زدن که پیشنهادی بدن به شما که وسوسه انگیزه و همون پول زیادی توشه. از اول هم هیچ پولی از شما طلب نمی‌کردن، مثلا گفتن شما جایزه بردی یا من بیوه کسی هستم که طرف همنام شما بوده، الان مرده توی کشور آفریقایی، اونجا قوانین جوری که اصلا زن نمیتونه بره دادگاه کلیم کنه و شما بیاین به عنوان پارتنر من توی این مسئله شریک باشین و من فقط درصد ناچیزی از پولو برمیدارم، عمده پولم مال شما باشه. اولش چی فکرمو مشغول کرده بود، یه ذره قلقلک هم داده بود ولی باور نمی‌کردم. بعد از مثلا یکی دو روز بعدش دوره ایمیل دیگه اومد که یه زمیمه داشت، یه فایل اتش شده بهش، بازش کردم دیدم تصویر یه چکه، یه چک مال یکی از بانک های جوانسبورگ که شما برنده و صاحب این چک هستین، لطفا اطلاعاتون برای ما بفرستین که ما بتونیم این چک رو برای شما بفرستیم. بعد من یه ذره چیز شدم، ترغیب شدم که این کار رو انجام بدم. گفتم خب اطلاعات هم میفرستم، حالا ضرری نداره که. یه ایمیل اطلاعات فرستادم براشون، اسمم و چه میدونم همین شما شناسنامم و کد ملی و هر چی دیگه اطلاعات داشتم فرستادم واسه. گفتم حالا کسی چی کار میخواد باش بکنه، میفرستم. چه جالب، فریدون جواب داد. بخونیم اشاره، موافقی؟ چی گفته؟ میگه که خب از طرف دفتر مایکروسافت توی لندنه. روز بخیر و مایلم به شما اطلاع بدم شماره ها دریافت شده و مورد تاییده. گفته خودتون خیلی خوششانس بدونیم که اسمتون یکی از در واقع برندگان ما در اومده. از هر قاره 8,000 نفر تو این قاره کشی شرکت داده شدن، اسم شما از بین 32,000 نفر به عنوان برنده بیرون اومده. جالبه نه؟ خب این میگه این قاره کشی بخش از برنامه تبلیغی مایکروسافت در جهت گسترش نرم افزار ورد. حالا میگه ما چک شما رو به مبلغ 9,000,000 دلار به نام خودتون صادر کردیم، لپتاپ توشیبا هم که دادن و به بانک یورکشایر، آره، که بانک کارگزار شرکت مایکروسافت تو انگلیس فرستادیم اینو. حالا گفته خیلی زود باید بلا فاصله کمتر از یه روز کاری با بانک تماس بگیرین و مشخصات فردی خودتون رو شامل اسم و آدرس و کشور و ملیت و شماره تماس و سن و اینجور چیزا رو براشون بفرستیم تا برای دریافت جایزه ما راهنمایی کنن. بازی رو ادامه بدیم. آره من موافقم. خیلی خوب، پس به نظر می رسید همه چی درسته. خب و در ضمن برای من خرجی نداشت. من میخواستم، مثل یه بازی بود دیگه، اوائل بازی بود که داری پنهانش میکنی که اگه شد مثلا اتفاق خیلی خوبی بیفته، خانمم خوشحال بشه. مثلا دیگه 1,000,000 دلار پول کمی نیست که. خب به خاطر این اصلا به خانوادم نگفتم، دستم منو نمیدونم، یه حالت اولش یه حالت بازی داشت، یه حالت بچگی داشت. شاید دستم بزنم تو ذوقم رو کپوس کنده. ولی با همکارم سر کار اینو میگفتن، اونا بعضیش میگفتن نه بابا دروغه، کی میاد مثلا پولو از آفریقای جنوبی بفرستن ایران مثلا برای تو. ولی چند تاشون هم میگفتن که آره ما خیلی شنیدیم، خیلی هم شنیدیم گرفتن این پوله رو، اصلا گرفتن براشون فرستادن. اصطلاحی هست در جرائم رایانه‌ای که بهش میگن فیشینگ.
فیشینگ به معنی ماهیگیری هست، یعنی اون مجرم یک قلابی رو میندازه، طعمه رو بهش آویزون میکنه. حالا اون ماهی هایی که به اصطلاح کمتر دقت داشته باشن، متوجه نشن این طعمه هست، به این قلاب گیر میکنن. از من خواستن که شماره حساب بدم، شماره حساب ارزی. من رفتم توی یکی از این بانک ها، یه مبلغی رو باید میدادی، یه شماره حساب باز کنم، شماره حساب فرستادم برش. اینجوری مثلا این اتفاقات توی مثلا بوده دو هفته اینا افتاد. طمع یا سادگی میشه گفت هر دو عامل نقش داره در اینکه فردی قربانی در واقع تومه افراد کلا بردار بشه. ساده لوح بودنش خب به اعتقاد من مهمتره، چون طمع رو همه دارن، ولی همه گرفتار کلا برداری و قربانی شدن قرار نمیگیرن. من حساب ارزی رو باز کردم و شماره حسابم براشون فرستادم. بعد یه ایمیل اومد که ما برای سری کارهای اداری و باطل کردن تمر و کارهای بانکی و اینا یه مقدار پول باید برام بفرستیم، در حد مثلا 50 دلار، 100 دلار. این چند مرحله بود برای ایمیل؟ یه 50 دلار بود اینجور که ذهنم، یه 100 دلار بود، یه اینجور مبالغی که برای من بفرستیم. خب من دیگه وارد بازی شده بودم، فکر و خیال میکردم، یعنی نمیتونستم بکشم کنار. بعضی وقتا میرفتم مثلا جلوی این نمایشگاه های ماشین، ماشین ها رو نگاه میکنم، میگفتم مثلا 1 میلیون دلار پول کمی که نیست. کلاهبردارا سعی میکنن مبالغ درخواستی خودشون رو از مبالغ پایین تری شروع کنن، یعنی ابتداعا برای افتتاح حساب به چند صد دلار یا چند هزار دلار اکتفا میکنن و در مرحله بعدی اگر احساس کنن که هنوز فرد قربانی تحت تأثیر قرار گرفت و امکان ارتباطی برقراری ارتباط هست و امکان گرفتن مبالغ بیشتری هست، این ارتباط رو ادامه میدن. رویا پردازی میکردم دیگه واسه خودم، گفتم خب من که وارد بازی شدم، من دارم اصلا فکرم مشغول بود دیگه. خب من 50 دلار رو رفتم فرستادم مثلا، بعد من 100 دلار هم فرستادم، گفتم خب حالا مثلا چقدر میشه 150-200 دلار. نهایتا هم به بازم 150-200 دلار باختم دیگه، در صورتی که اصلا اون موقع فکر نمی کردم، یعنی به اینجوری اینقدر فکرم مشغول این رویا پردازی بود. زندگی بعدی هم نداشتم، یه خونه اجاره‌ای داشتیم، خوب بودیم، یه ماشین داشتم، یه حقوقی میگرفتم، میرسوندیم، زندگی رو میچرخوندیم. ولی خب دیگه رویا پردازی، خیال پردازن و به شانس خیلی اعتقاد دارن. افرادی که به تلاش برای رسیدن به موفقیت زیاد باور ندارن و بیشتر منتظر شانس هستن، بیشتر مورد سوء استفاده اینجور افراد قرار میگیرن. در فضای حقیقی کسی بخواد بیاد جرم مرتکب بشه، باید حتی مخاطب خودشو پیدا بکنه تا جرم مرتکب بشه، احتمال لو رفتنش از چهرهش هست و شناسایی شدن. فضاییه که مجرمین میتونن به راحتی پنهان بشن، چهرش و مورد شناسایی قرار نگیره و طبیعتاً با هزینه خیلی کمی تبلیغاتشون انجام بدن. بعد از اینکه حالا پولای کارهای اداری و اینا رو فرستادم، یه ایمیل گرفتم که مراحل اداری تموم شده و ما تا یه هفته آینده پول به حسابتون میرسه. تمومه دیگه، یعنی من بردم، من پولو گرفتم. خب گفتم آقا کلا برداری بود دیگه، این ایمیل واسه چی به من میزنن؟ چه دلیل داره بگن آقا پولو هفته آینده به حسابتون میرسید؟ هیچی دیگه، من سر از پا نمیشناختم دیگه، همش بودو بودو میگه. حتی بعضی وقتا تو خونه خانومم میگفت چرا تو اینجوری شده ای؟
چرا آروم قرار نداری؟ خب دیگه واقعا میرفتم ماشین قیمت میکردم، میرفتم بنگاه املاک بالای شهر دنبال خونه میگشتم، ببین تا اونجا هم رفته بودم، واقعا میرفتم خونه میدیدم. ما این اطمینان رو داریم که یک فرد بی سواد کاربر اینترنت نمیتونه باشه، ولی در کنارش همین افراد تحصیل کرده به آسونی فریب ایمیل ها و نامه هایی رو که بهشون میرسه فریبشون رو میخورن و خیلی راحت پاسخگوی اونا هستن. میگه از طرف بانک یورکشایر آدرس دقیقا هم داده، گلاسکو لندن مثلا، حالا باید چک بشه. دوباره توضیح داده در مورد یورکشایر که بانک کارگزار مایکروسافت و تحت قوانین مالی بریتانیا کار میکنه که حالا خیلی مهم نیست. میگه ما تایید هویت شما رو از مایکروسافت دریافت کردیم، مثل اینکه چکای ما هم دست اوناست. جهت پرداخت جایزه نقدی 9 میلیون و لپتاپ، دو تا گزینه رو بهمون پیشنهاد کرده که بعد یکیشو انتخاب بکنیم. مثل اینکه گزینه اول میگه که آپشن اولو گفته حوالی بانکیه که جایزه شما به روش میگه به طور مستقیم به حساب شما هر جای دنیا که باشین واریز میشه، سه روز کاری هم طول میکشه و مبلغش هم 350 پونده معادل 573 دلار کارمزد. گزینه دوممون هم که یه افتتاح حساب جدیده که این شکلیه که میگه مثل اینکه تو بانک ما باید یه حساب ارزی باز کنید و چکو به حسابتون میخوابونیم، ظرف مدت 24 ساعت پول وارد حسابتون میشه و که اینم یه کارمزدی داره دیگه، کارمزدش 470 پوند معادل 769 دلار. کلاً بعد یه راه حل سوم، یه گزینه سوم بهش پیشنهاد بدیم، چون الان پولو پرداخت بکنیم که دیگه داستان تموم شده است. مثلا یه قراری بذاریم باشون توی کشور خارجی، اینجوری بازی میتونیم ادامه بدیم. نظر چیه؟ مثلا ترکیه، دبی قراری باشون بذاریم؟ موافقم، این خیلی اینجوری بازی میتونه ادامه پیدا کنه. 100% این خیلی خوبه. چیکار کنیم؟ زحمتشو میکشی پس ایمیل کنیم؟ آره حتما. مرسی. خواهش میکنم. هفته بعد شد. هفته هاشون هم نه یک شنبه تا یک شنبه است. جمعه بود دقیقاً یادمه. من پای اینترنت بودم که یه ایمیل گرفتم که همه چی انجام شده، فقط برای اینکه ما پول رو بتونیم از آفریقای جنوبی در سیستم بانک، از سیستم بانکی آفریقای جنوبی خارج بشه، 1% مبلغ پول رو باید مالیات بدیم. این به عنوان مالیات باید برای ما بفرستی. برای من مفهومی نداشت. گفتم خب 1 میلیون دلار که دست اوناست، خب چرا من باید پول، خب از همون بردن. یه ایمیل زدم حالا با همون در جواب همون ایمیل یه ایمیل زدم که خب از همون پول برداری، 1% هم میشه بوده 10 میلیون تومان. من خب از همون پول برداریم چه کاریه. بعد در جوابش یه ایمیل اومد که نه، چون این پول جایزه است و این کل جایزه، یعنی مالیات رو شما باید پرداخت، کسی که میگیره باید پرداخت کنه، ما نباید مالیات بدیم. خب و چون این حوالاً به نام شماست، شما میگیری اون پول رو باید از حساب شما کم کنن، یعنی شما باید بدی. مالیات در حقیقت از کسی که اون پول دریافت میکنه کم میشه، ما نمیتونیم دست بزنیم بریم، از لحاظ قانونی و اینا مشکل داره. من شوکه شدم. یه خب مثلا 10,000 دلار 10 میلیون تومان دیگه 100 تا 100 دلار 200 دلار نیست که بگم حالا مثلا من پرداخت میکنم. ببینید ویژگی شخصیتی افرادی که ایمیل میفرستن، در واقع همون کلاهبردارها، ما اصلا تو روانشناسی به اینها میگیم سایکوپات، یعنی افراد ضد اجتماعی. حالا یه فردی ضد اجتماعی است، مثلا فرض کنید از دیوار مردم بالا میره،
یا نمیدونم افراد رو مثلا به لحاظ جنسی مورد سوء استفاده قرار میده یا بانک مثلا میزنه. یه سری افرادی هستن که به خاطر خب خیلی سایکوپات ها هوش بالایی دارن، اینها از طریق اینترنت و از طریق سیستم های اینترنتی میان و کلاهبرداری میکنن. بعد یه ایمیل اومد برای من که یه تصویر از یه نامه بود، یه نامه یا یه حواله یه چیزی بود که یک توافق مالی یا یک مراوده مالی بین یک همین بانک در جوهانسبورگ و بانک مرکزی ایران بود با امضای رئیس بانک مرکزی ایران. بعد امضای رئیس بانک مرکزی تو همه پولا و اینا هست دیگه، یعنی کاملا میشه بیاری کنار یه پول بذاری و چک کنی اینو با. و گفتن این در حقیقت این مراوده داره انجام میشه، فقط آزاد شدن این پول منوط به پرداخت مالیات از سمت شما و من باور کردم. تو این سیستم چندین نوع جعل مختلف صورت میگیره. اولیش جعل هویت، در واقع ایمیل آدرسی رو میگیرن که شبیه اون بانکیه یا اون دانشگاهیه که شما توقع دارین بتونین ایمیل زده باشه. مثلا یه موردش لاتاری آمریکا واسه گرین کارت که یک آدرسی ثبت کردن که دقیقاً مشابه همونه، تمپلیت همون ایمیل هم به شما میزنن، شما فکر میکنید طبیعتاً درسته و اولا هم پولی نمیخوایم، بعد مثلا حالا این مدارک رو به شما پست کنیم یه پولی بدیم. ایمیلی که بعد از چند بار ارتباطی که برقرار میشه بین کاربر و طرف مقابل سریعاً درخواست وجه یا درخواست تسهیلاتی میکنه، این برای شخص کاربر باید یه هشداری باشه. اینقدر نمیتونستم اون موقع منطقی فکر کنم، یعنی اون چیزایی که جلوم بود، اون نامه هایی که گرفته بودم، اون نامه آخریه، اینقدر برای من درست بود همه چی، اصلا نمیتونستم شک کنم بهش که برم بانک مرکزی استعلام کنم. اصلا این کارو نکردم، اصلا نمیتونستم فکر کنم بهش این که من باشم برم اونجا استعلام کنم، اصلا به فکرم خطور نکرد. چون من حدود مثلا یک ماه درگیر این مسئله بودم و الان آخرش بود دیگه. ما فردی رو که نمیشناسیم اونم تو دنیای مجازی نباید اعتماد کنیم، چون همونطور قبلا گفتم اعتماد کردن خودش از نظر من یه مشکل روحی روانیه. ما به فردی که اصلا نمیشناسیم در واقع مثل همون داستان پینیکیو اعتماد میکنیم. جوابی نیومد؟ چرا اتفاقا؟ فرستاده؟ خب واه، تشکر کرده ازمون، گفته خیلی ممنونم که با همون به صورت پیوسته در تماسین، خوشحال شده. بعد در مورد تحویل جایزه نوشته که انتقال جایزه شما به کشور سالس مورد موافقت قرار گرفت و هماهنگی از طرف ما با پلیس و حراست بانک انجام شده که دو نفر افسر حراستی با ما از فرودگاه لندن تا هتل عربین پارک در دبی که البته آدرسش هم داده همراهی کنم ما رو. شما واسه انتقال مبلغ جایزه و اون لپتاپ به دبی باید یه سری هزینه‌ها رو پرداخت بکنید. یه سری هزینه‌ای رو نمیشه، باز باید مبلغی پرداخت، خیلی هم بیشتر شده. تمر 400 پوند، بیمه است واسه بیمه 500 پوند، هزینه‌های اداری 100 پوند، مالیات 2100 پوند، مجموعاً 3100 پوند که میشه حدود 4893 دلار، یعنی حدود 5 میلیون تومان. الان اون موقع 800 تومان بود، الان 5 میلیون. خب حالا یه شماره هم داده واسه تماس که کد 44 که در واقع مال انگلستان میشه. من این نظری دارم سیاوش، میگم با توجه به اینکه یه شماره به ما داده تماس بگیریم با اون شماره. منم وبسایتی که توی این ایمیل هستش رو سرچ میکنم ببینم این بانک یورکشایر حقیقت داره. تو هم یه تلفن بزن. خیلی خوب.
تلفن بین الملل ایران می باشد. شماره مورد نظر شما در شبکه وجود ندارد. لطفاً شماره خود را تصحیح بفرمایید. طبقه مثلا ایمیل هایی که زده بودیم گفتم شما 48 ساعت بعد از اون که مالیات رو واریز بکنین پول به حسابتونه. گفتم خب دروغ میگم، میگم ماشین مثلا خراب شده، تصادف کردم، گذاشتم تعمیرگاه، میفروشم ماشینو، میفروشم، بعدش وقتی بگم دروغ گفتم دیگه کسی ناراحت که نمیشه، خوشحالم میشه. پول این ماشین که هیچی، پول 10 تا از این ماشینا و خونه و اینا هم هست و این کار کردم. سیاوش با این تفاصیل من یه پیشنهادی دارم. من میگم که یه ایمیل بهش بزن، شماره ثابت یه شماره همراه از خودمون بهش بدیم و ازش توضیح بخوای که چرا این وبسایت هایی که بهمون داده حقیقت نداره و تلفنی که داده جواب نمیدن. Hello. Yeah, hello. Okay, this is Mr. Morgan Spencer from your bank. How are you? Thank you very much. Okay. Yeah, I just received your email. The number we gave to you was correct. We saw your incoming call just now, but we were talking to you. The network was very bad. The number was correct. We saw your incoming call when you were trying to call us a few minutes ago. It was network problem. Well, I'm going to send the payment to you tomorrow morning. But before that, I would like you to explain a little more for me about this payment that I should make, this 3,100 UK pounds. Good. That is the table we sent to you yesterday. You pay for insurance, for insuring your parcel and your phone, including your laptop. You pay for administrative. You pay for British stamp. And you pay for no residential tax fee, because any money or parcel that is leaving United Kingdom, the receiver must pay a notable amount of tax, since you are not a citizen of this country. Okay? Okay. So as soon as all this payment is cleared, there will be no stoppage in your parcel. And after the payment, would you come to Dubai to meet me? Yes, I will come to Dubai. I told you that we have got the security department in Dubai, and they have assigned 2 FBI agents that is going to guide me to the hotel, Arabian Park Hotel. So when we get there, we're going to call you to come over. Okay. And have you booked your flight? Yes, we've booked flight. We are just awaiting your payment. We've booked flight. The flight is already booked. This is a bank. And when we make a call, the flight will be booked as soon as possible. We don't waste our time at the airport. Okay? Okay. You're from Yorkshire Bank. Is that correct? Yes. Yes. Do you have a website? I couldn't find your website on the internet when I searched for it. Listen, the red flag you saw in the internet, the ones we said, the reason why we don't display those things in the internet because people use it as fraudulent acts. And we are working against that right now. We don't want our customers, we are protecting our customers. We don't expose anything at the internet. That's why we did not expose your money in the internet to avoid double claims and misappropriation of funds, sir. And that is the reason why we told you to keep everything confidential to yourself until your funds get to you in UAE next week. And one more question. Are you British yourself? Are you from the UK? Or do you have other nationality? Because your accent is not British. Listen, I am a British man, okay? I was born here, I was raised up here. But my mother is from Malaysia. My father is a British man. So you're from Asia, actually. What I want to make you understand right now is to keep everything to yourself. The batch number, the reference number that was sent to you by the Microsoft Office, and every document we sent to you, keep them confidential to yourself. Because if you expose it, you are at your own risk, sir. You might lose everything. Would you bring my laptop to Dubai too? And Yes. Yes, we are bringing the laptop, we are bringing your phones, and we are bringing the necessary document guiding it. Okay. And how would you bring the money? Is it cash or is it a check? We are bringing check, and we are going to a bank together to cash the check.
خودتون میدونید دیگه. نه هیچ وقت پول به واسه من واریز نشد. من اون روز پولو فرستادم، گفته بودم به من 48 ساعت بعد پول به حسابته، ولی من از حدود ساعت مثلا ساعت 12:30 یک بود که من پولا رو از بانک اومدم بیرون و فرستاده بودم. از صبح فرداش همینجوری حسابم چک میکردم، همینجوری حسابم چک میکردم. اون روز روز بعدش تموم شد. روز بعدش 48 ساعت گذشت. روز بعدش من حوالی ظهر اینا بود که یه ایمیل زدم، گفتم هنوز حساب پول به حساب من واریز نشده، لطفاً برای من پیگیری کنید. گفتم لطفاً برای من پیگیری کنید، یعنی یه جوری نمره زده بودم، فکر می‌کردم که اونا دنبال کار منن. خب یعنی دارن تمام تلاششون رو میکنن که من به این پول برسم، اینقدر باور کرده بودم. بعد هیچ ایمیلی من نگرفتم از اون. بعد ایمیل بعدی حدود مثلا تو دو روز من 10 الی 15 تا ایمیل برای اینو فرستادم. بعد هیچ جوابی به من نرسید. هرچی میزان مال باختگی بیشتر باشه، استرس ها و فشارهای روحی بیشتره. اینم جز یک از همون استرس های روانی هست. بنابراین خانواده باید بهش دلداری بده، همدلی بکنه باش و از سرزنش کردن این فرد اجتناب کنه، چون به هر حال انسان جایز الخطا است و اشتباه میکنه. مرجع قضایی و قوه قضایی دادسرایی رو به نام دادسرای جرائم ویژه جرائم رایانه‌ای تأسیس کرده و این دادسرا عهده‌دار مبارزه با جرائم رایانه‌ای هستند که در بحث موارد قضایی کاملا اشراف دارن و بحث جرائم رایانه‌ای و با توجه به استفاده از کارشناسان و متخصصین خودشون در امر قضا و جرائم رایانه‌ای رسیدگی قضایی رو پیگیری میکنن. بعد از ارجاع پرونده در تهران به دادسرای جرائم رایانه‌ای در صورت صلاح دید مراجع قضایی، پرونده به پلیس فتا ارسال میشه و کارشناسان ما در این پلیس اقدام به رسیدگی، کشف و تعقیب متهمین نموده، به محض دستگیری مراتب به مرجع قضایی ارسال میشه. ایمیل مشکوک و از افراد ناشناس رو باز نکنید. حتی ایمیلی که از کسی که شما میشناسید میاد ولی خواسته مشکوکی توش داره، مثلا میگه من انقدر پول میخوام به این حساب بریزین، من فلان شهر گیر افتادم، اینو حتما سعی کنید دوباره باهاش تماس بگیرید تلفنی و مطمئن بشین که هویتش رو ندزدیده باشن و خودش این خواسته رو از شما داشته باشه. حتما شهروندان هموطنان عزیز باید توجه بکنن که ابتدا به ساکن هیچ که به رایگان خدماتی رو در اختیار نمیذاره، حتما در قبال این خدمات میخواد امتیازی رو کسب بکنه. این امتیاز امکان داره اون اکانت ما باشه، اون یوزرنیم پسورد ما باشه که با در اختیار گذاشتنش اون تمام پسندازمون، تمام اون داشته هامون، داشته احتمال داره اقتصادی باشه، احتمال داره معنوی باشه، یعنی ما تصاویر خانوادگیمون باشه، احتمال داره فرهنگی باشه و یا اطلاعات شخصی خیلی خصوصی دیگه مون. پسورد اینترنتی بانکتون رو حتما سیو نکنین، رو کامپیوتر مشکوک نزنین. حواستون باشه هر کامپیوتری که کسی دیگه ازش استفاده میکنه امکان داره برنامه روش نصب باشه که پسورد شما رو بتونه ازتون ورداره. این حتما باید رعایت بشه. جدیدا اقدام خوبی که بانک‌ها کردن تو صفحه اینترنتشون یک کیپد این بغل گذاشتن که شما به جای اینکه تایپ کنید میتونید اونا کلیک کنید. شاید کسی فکر کنه خب چه کاریه، تایپ میکنم سریع‌تره، ولی اون کلیک باعث میشه که اون رو نتونن سیو کنن، چون جای موس معلوم نیست کجای صفحه است. ولی کیبوردی که شما میزنین حتما امکان داره سیو بشه. وقتی جای عمومی هستین حتما از اون استفاده کنین. میشه گفت به صورت خلاصه و جمع‌بندی اینه که همون آگاهی دادن به مردم خیلی نقش داره برای اینکه میزان این مال باختگی کمتر بشه و اینکه افرادی که مال باخته هستن رو اونها مطالعه بشه، ببینیم اینا چه ویژگی‌های شخصیتی دارن، ویژگی‌های روانیشون چیه و طبعا بشه به افرادی که این ویژگی‌ها رو دارن کمک کرد.
که در آینده اینها مورد سوء استفاده قرار نگیرن. فکر میکنم الان اگه مثلا ماشین من بالفرض دوز میبرد اینقدر نمیباختم. من یه ماه به جای یکی دیگه زندگی کردم، فکر و خیال میکردم، پنهانکاری میکردم از کسی که تا موقع همراه من بوده، دروغ میگفتم بهش. باختم، خیلی بیشتر از این ماشین باختم، خیلی بیشتر از این ماشین باختم.